درود بر شما آقای فرامرز دادرس کارشناس اطلاعاتی در لیون فرانسه درود بر شما جناب فرودی آقای دادرس آخرین خبرهایی که از ایران میرسه در رابطه با کشته شدن زائران ایرانی در عربستان سعودی شمار کشته شدگان از سوی یکی از خبرگزاری های ایران 465 نفر اعلام شده دو خبرگزاری دیگه 464 نفر اعلام کردند و در میان کشته شدگان میگویند که نام قزنفر اصل رکنابادی سفیر پیشین ایران در لبنان هم دیده میشه در مطالبی که در روی اینترنت منتشر شده گمان زنی هایی شده بود در ابتدا که ممکنه قزنفر رکنابادی رو رو باشند باشن برای اینکه خب ایشون چون سفیر بوده در لبنان اطلاعات زی قیمتی میتونه در مورد فعالیت های جمهوری اسلامی در خاورمیانه ارائه بده به کسانی که ممکن بود او رو مثلا دستگیر کردن اطلاعاتی که شما در مورد رکنابادی دارید چی هست و یک شخص دیگری هم گویا در این در میان این افراد ناپدید شده در این حادثه منا وجود داره که در سپاه خدمت میکنه در اون مورد هم لطفا صحبت بکنید آیش میکنم از بزرگ شما این آقای غزنفر محمد اصل رکنابادی که نام کاملش اینه از سال 2010 تا 2014 سفیر جمهوری اسلامی بود در لبنان در نوامبر 2013 دقیقا 19 نوامبر 2013 دو در همون تاریخ دو انفجار در روبروی سفارت ایران انجام شد که حدود در 19 نوامبر 25 نفر کشته و 146 نفر زخمی شدند و سازمان اطلاعاتی پس از بررسی ها متوجه شدن که شخصی به نام ماجد الماجد که گفته می شده یک افسر اطلاعاتی عربستان سعودی بود که این رو نفوذ داده بودند سالهای پیش نزدیک به هشت یا ده سال پیش از این ماجرا در سازمان القاعده این انفجار به وسیله او انجام شده و این آقا رو تعدودن یک ماه و نیم بعد دستگیرش کردن در یک بیمارستانی در منطقه بکا در جنوب لبنان و دولت لبنان اعلان کرد که پیش از اینی که ایشون تخلیه اطلاعاتی بشه این مرد در بیمارستان و جسدش هم به اصرار عربستان برگردوندن به عربستان اما مطالبی گفته می شد که همون موقع آقای غزنفر رکنابادی ایشون پیش از اینی که ماجد بمیره چون یک بیماری کلیوی داشت و باید دیالیز میشد با نام محمد طالب اینو در اون بیمارستان بستری کردن با نام مستعار رفته بالای سر این و باز گفته میشد که از اینا ماجد در ماجد تخلیه اطلاعاتی شده بنابراین عربستان مشخص شد سازمان های اطلاعاتی لبنان و امریکا هم مشخص شد که ماجد ماجد به اصطلاح با شاهزاده بندر ابن سلطان در ارتباط بود که البته بندر رو بعدا هم عوضش کردن از ریاست سازمان اطلاعات عربستان و عربستان تصمیم داشت که در حقیقت قزنفر رکنابادی رو بکشه حالا ایشون توی این لیست بوده منم دیروز شنیدم که اعلان شد که قزنفر رکنابادی جز درگذشتگان کشته شدگان است بله خب یک فرد دیگری به نام علی اسقر فولادگر که رئیس دفتر مطالعات راهبردی سپاهه اسم ایشون ظاهرا در اون لیست 465 نفر نیستش آیه دادرس در مورد ایشون چه میدونیم؟ چرا اسم اینو من در اون لیست دیدم جزو به بعثه رهبری هست ببینید در ام این امسال 64 هزار حاجی رفته از ایران سهمیه ایران بوده شرکت کردن در حج و اینها در کاروانهای مختلف اینا رو نامنویسی کردن کاروانها شماره داره و حاجی هم شماره دارن علی از خر فولادگر در ردیف دویست و چهاره کاروان بحث رهبری است یعنی گفته میشه ایشون هم کشته شده و ایشون رئیس دفتر مطالعات راهبردی سپاه و مدتی هم در حقیقت معاون یا دستیار سردار رحیم صفوی بوده که الان مشاور آقای خامنه و وقتی که ما میبینیم دفتر مطالعات راهبردی سپاه یعنی از نامش معلومه که ایشون هم یک مخزن اسرار و به اصطلاح راسهایی هست که اگر به دست خارجی ها بیفته مخصوصا دست عرب ها، عربستان و اسرائیل و حتی امریکا برای اون خیلی جالبه خب ولی شما میفرمایید که جزفه کشته شدگان هستش آقای فولادگر این اسم اومده ولی هنوز مشخص نشده که حقیقتا اینایی که کشته شدن واقعا چون ببینید یه 134 نفر دیروز قرار بود برگردونن میدونید یه رسمی است در عربستان وقتی حاجی ها اونجا میمردن حالا بر اثر حادثه یا بیماری هرچی که بود اونجا میگفتن ثواب داره همونجا اینا رو خاک میکردن و با بولدوزر میرختن تو قبرستانهای های دست جمعی و براشون زیاد مهم نبود اما جمهوری اسلامی خیلی اصرار کرده که این کشته شدگان رو و جسدها رو حتما پس بدن و مثل که با عربستان هم به توافق رسیدن که این کار انجام بشه ولی هنوز با آمارهایی که داده میشه من بررسی کردم حدود 20 25 نفر هنوز کم هستند یعنی مفقود جزو مفقودین هستند و الان آمار ایران نزدیک به 500 نفر کشته و زخمیه پس فولادگر جزو کدوم لیسته؟ فولادگر رو در اسامی که سازمان حج انتشار داده جزو به رهبریه و جزو کشته شده است پس آیا آقای دادرست کسان دیگری هم ممکنه باشند که هنوز از سرنوشتشون اطلاعی در دست نیست و در جمهوری اسلامی در رده های مثلا اطلاعاتی بودن مقام های بالایی داشته باشند؟ این امکان هست برای که ببینید ده نفر از گروه یا کاروان بعثه رهبری در این ماجرا کشته شدند که نامهاشون هست سه تا از اینها قاری هستند ولی جزو سپاه پاسدارانن اینا با خرج دفتر رهبری رفتن اونجا و یه شخصی هم هست که به نام احمد فهیما جزو وزارت خارجه است و از حضور شما چند تا خبرنگارن سفیر پیشین ایران یا در افغانستان یکیشون کنسول پیشین ایران و این مسئله است که اینها تا کنون نامشون مشخص شده اما اگر کسانی با نام های مستعار یا با پاسپورت های دیگه ای رفته باشند اینا هنوز برای ما مشخص نیست جمهوری اسلامی هنوز اعلان نکرده شاید هم هرگز اعلان نکنه خب آقای تادرس اگه تو باشه اول که نام رکنابادی رو ایران مطرح کرد عربستان گفت همچین کسی وارد کشور ما نشده بعد ایران آمد پاسپورت اون رو عکس رو گذاشت روی سایت های خبری همراه با مهری که نشون میده که مثلا ایشون جزو این حاجی ها بودن که میخواستن برن جزو کسانی که میخواستن حاجی بشن بالاخره کدوم ما باید باور کرد آیا قزنفر رکنابادی با اسم دیگری رفته بوده به عربستان سعودی اونطور که عربا میگن یا اینکه اون ورسیونی که ایران میگه حقیقت داره البته ببینید یه مسئله مهم هست این است که حفاظت و امنیت مراسم حج رو اینها به یک شرکت شرکتی از سال 2010 قرارداد بستن این قرارداد تا 2017 هم برقرار این شرکت جی 4 اس نام داره که 44 هزار کارمند در 16 کشور دنیا داره و حفاظت فرودگاه های امارات متحده در دوبی و بغداد و عربستان رو به عهده داره اینها با سیستم های کامپیوتری که دارن همیشه قادرن اثر انگشت حجاج مسافرین عکسشون و هویتشون در این شرکت ثبت میشه بله. بخشی از معمورین اطلاعاتی و نظامی اسرائیل که بازنشست میشن اینها در این شرکت مشغول کار هستن و ما دیگه مطمئنیم که این اطلاعات به اسرائیل و از اونجا به امریکا میرسه و عربستان هم دسترسی به این اطلاعات داره حتی روزنامه المنار دیروز اعلان کرد که عربستان لیست حجاج ایرانی را هر سال میده به سازمان سیاه در شاید که اصلا این نیازی نیست این شرکت خودش یکی از زیر مجموعه های شرکت جی 4 هست که یه شخصی به نام البغدادی مدیرشه و یه شاخه که در حقیقت شرکت انگلیسی دانمارکی به ثبت رسیده که در کشورهای عربی فعالیت میکنه همیشه تو این حوادث تئوری توته هم مطرح میشه تئوری های مختلفی رو ما شنیدیم برخی میگویند که حجاج بر اثر خفگی مردن برخی گفته شده که مثلا مثل که علت دیگری ممکنه داشته باشه و اصولا فکر میکنید چه عاملی باعث این فاجعه شده در منا؟ ببینید یه چیز مشخصی است که این بحران از درون منطقه که ایرانی ها اونجا بودن یعنی کاروان های ایرانی آغاز شده من برای نمونه به شما بگم 25 زن در این حادثه فعلا تا حالا گفتن کشته شدن این 25 زن از کاروان دوازده صفر دوازده این شماره کاروانه یازده زن کشته شده و از کاروان سی و هش صفر 8 زن یعنی ببینید در حدود 19 زن در این دو کاروان جمع بودن کشته شدن و این زنا یا این دو کاروان نزدیک بوده به کاروان بحثه رهبری که این آدما بودن ما باید ببینیم که بر اساس این اطلاعات که ما داریم نگاه میکنیم نشون میده که بخشی از ایرانیا که حتی مهم بودن اونجا مرکز بحران آغاز این هیاهو و به حال این فشردگی که به جمعیت وارد شده از اونجا شروع شده حالا میدونید که در منا بر اساس با کمک شرکت های خارجی سال هاست که اینها راه های گوناگونی رو درست کردن که به اون منطقه چون به گفته خارجی ها که اینجا صحبتش میکنن میگن امسال چهار میلیون حاجی شرکت کرده و روایت هست تا دونیم میلیون و میدونید همه این مراسم باید در یک روز انجام بشه و این همه دونیم تا چهار میلیون باید بیان از اون مسیر رد برن این است که یه پیش هایی شده یه برج مراقبت اونجا هست که اینها رو مراقبت میکنن فرمان میدن کدوم در بازشه کدوم دروازه بسته شه و در طول مسیر هم افراد امنیتی و پلیس و اینها و کسایی که این کاروان ها رو اداره میکنن اونجا حضور دارن اما نشون میده که در منطقه ای که این کاروان های ایرانی به سوی در حقیقت میرفتن به اون جایی که به شیطان سنگ پرتاب بکنن یک حادثه اتفاقی افتاده که اینها تراکم جمعیت در اون منطقه زیاد شده حالا ما باید ببینیم این حادثه آیا عمدی بوده یا حادثه ای بوده که اتفاق افتاده گفته میشه که معاون ولی اهد عربستان آقای محمد ابن سلمان یعنی پسر پادشاه که وزیر دفاع هم هست و فرموندار مکه هم هست وزیر دربار هم هست پنج تا شغل داره ایشون با یک 400 500 نفر از همراهانش اون روز اومدن از اون مسیر رد شدن و به دلیل رد شدن اینها این, این تراکم به وجود اومده مشخص نیست یه تئوری دیگه هم که آیداد دادرس من شنیدم بودم این بود که حدود 300 زائر ایرانی از مسیر اشتباه یعنی میرفتن به سوی این جمعیتی که از طرف دیگه داشتن می این, این... این, به نظر من درست نیست برای اینکه کسانی اونجا راهنما هستن گفتم برج مراقبت راهنما اگر 300 نفر یه دفعه راهشون کش کرده باشن یا اشتباه برن بلافاصله همونا رو محدود میکنن میبندن بله. اما گفته میشد که این 300 نفر برخلاف دیگران که لبک یا ربی میگفتن اینا میگفتن لبک یا حسین اینم شایع هست اما من یک مشاهدات یک مسلمون آفریقای جنوبی رو خوندم در خارج منتشر شده بود ایشون گفته بوده که اونجا گاز زدن و این گاز ممکنه من هفته پیشم در مطلبی که شنبه پیش اصلا نوشتم در حقیقت مزنون بودن به اینی که این اتفاق عمدی باشه برای رو بودن برخی از عناصر مهم دولت که در جمهوری اسلامی که اونجا شرکت کردن به وسیله عربستان یا اسرائیل بر حال یه حاجی ایرانی هم حتی مدعی بود که گاز سیانور زدن که البته این شایعات یه مقداری بله. مشخص نیست اما اگر این اجساد به ایران برگشت داده بشه همه اینها قابل تحقیقه اگر آیا گاز بوده بر اثر خفگی بوده اما گفتن میشه که خیلی گرم بوده هوا و بسیار اینا از گرما و بدون آبی بیابی تلف شد و تلویزیون ایران با برخی از این حاجی ها که مصاحبه میکرد میگفتن که اگر عربستان سعودی از بالا از طریق هلیکوپتر یا چیزهای دیگه آب میپاشید به روی اینها ممکن بود اده ای از اینها زنده میموندند و حتما حتما برای اینکه گرمای فوق شدیدی که اونجا بوده و بسیاری حاجی ها حتی حاجی آفریقایی که به این گرمای شدید عادت دارن بر اثر ازدهام و فشار جمعیت اینها در حقیقت خفه شدن و مسلم اگر از هلیکوپترهای آپاش هواپیماهای آپاشی که برای آتش نشانی به کار میره از اون بالا سر اینا آب میریختن چون یه حاجی حتی گفت آقا من با یه جوره آب نجات پیدا کردن بله اما یه خبر دیگه ای هم که تاسف آوره این بود که شورت های عربستان بعضی یک حاجی افغانی شهادت داده بود که شورت های عربستان میگفتن یعنی معمول پلیس عربستان میگفتن که اگر ایرانی هن بلشون کنید بمیرن بله خب آیدادرس میدونیم که هم ولی فقیه آمده و هشدارهایی داده در مورد اینکه واکنش ایران نسبت به این حادثه سریع و سخت و خشن خواهد بود سرسخت خواهد بود امروز هم فرمانده سپاه پاسداران گفته واکنش سریع و خشن ایران گفته همه ظرفیت ها آماده شده که یه همچین واکنشی ما از خودمون نشون بدیم عربستان رو پاسخگو بسازیم ولی ظاهرا اون سمت و سوی عربستان زیاد به این هشدارها و این اختارهای ایران تهدیدهای ایران زیاد به اون بهایی نمیدن به نظر شما چرا؟ ببینید عربستان از سال 2007 یک جنرالی داشتن به نام انورال اشقی که از عناصر اطلاعاتی عربستان بود در واشنگتن این دیگه مشخص شده با شخصی به نام دور گالد که یکی از عناصر اطلاعاتی اسرائیل بود با هم یک ملاقات و گفتگویی کردن ها. و یک هماهنگی های بین این دو عربستان و اسرائیل شده میدونید الان عربستان در کنار اسرائیل مخالف این توافق نامه است و خیلی هم کوشش کرد و به دنبال عربستان کشورهای عربی منطقه البته جز عمان اینها مخالف ایرانند اگر خاطرتون باشه در چند ماه گذشته مخصوصا پس از کنفرانسی که اینا در لوزان و ژنو انجام دادن عربستان دست زد به یه سری اعمال تحریک‌آمیز بلکه پای جمهوری اسلامی رو بکشه وارد ماجرایی و عملا ثابت کنه بگه آقا این جمهوری اسلامی شما اگر سرکوبش نکنین یا سر این مار رو به قول فهد کویده نشه اینها درد سرسازن اما ده. جمهوری اسلامی و مخصوصا آقای روحانی خیلی اینجا خیشتنداری کردن شکیبایی به خرج دادن و وارد این ماجرا نشدن تا بلکه این تفاهم نامه صورت بگیره و این تحریم ها برداشته بشه ده. چون جمهوری اسلامی ابزار و ادوات دیگری داره برای آزار رسوندن به عرب ها و همون خودش مسئله گروه های تروریستی که این در منطقه پرورش داده و بسیار قوی حتی در خود عربستان میدونید بخشی از شیعان عربستان الان از ناراضیان عربستان هستن و کشورهای عربی مخصوصا خود عربستان خیلی حراس داره و از اون برم عربستان درگیر یمنه یعنی در حقیقت شیش ماه پیش که حمله کردن به یمن گفتن ما ده روزه کار یمن رو میسازیم ولی عملا بعد شیش ماه و بمباران که 5 هزار یمنی تا کشته شده اینها هفته پیش آقای عبدالرب هادی منصور فقط وارد عدن شد یعنی قسمتی هم از عدن که اونجا القاعده خیلی نفوذ داره البته میدونه عبدالرب هادی منصور یه سلشکر یا مارشال یمن جنوبی بود تا سال 1994 یعنی یمن دموکراتیک کمونیست اون زمان و اینها درگیری یمن هم هستند و نوز نتیجه ای نگرفتن این مسئله خیلی مهمه من گمان نمی کنم که نه ایران و نه عربستان مایل باشن که جنگی با هم آغاز کنن برای اینکه میدونید منطقه عربستان خلیج فارس و ایران اینها اگه بخوان جنگ آغاز کنن اولین خسارتی که میخوره به صدور نفت است این اروپا و امریکا نیست. بله اه... فقط میخواستم در همین مورد صحبت کنم وزیر خارجه عربستان سعودی آقای جوبای گفته بوده که ایرانی ها سعی دارن که این مسئله رو سیاسی بکنن و اونها رو برحضر داشته از این این, که این سیاست رو وارد این جریان بکنن ولی آقای دادرست آیا واقعا ایران در این ایامی که هنوز این مسئله برجام مطرحه هنوز پاسخ قطعی به آژانس ندادن به اون سوالاتی که بوده هنوز آژانس اعلام نکرده که اینها به همه تعهداتشون عمل کردن آیا ایران واقعا میتونه افورد بکنه که بی در یک همچین شرایط حساسی بیاد و با عربستان سعودی درگیری نظامی پیدا بکنه من در پاسخ شما بگم که آقای عجبر که این حرفو زده اینو باید خودشم بدونه که عربستان هم به نوعی تحریک میکنه یعنی این تنها ایران نیست البته ایران ما میدونیم که کارش چیه جمهوری اسلامی تا حالا نشون داده ولی شما نگاه کنید چند وقت پیش در امارات یه تیم فوتبالی هست به اسم الاهلی که با تیم نفت ایران مسابقه داشت و برنده شد بازیکنهای اماراتی پرچم عربستان رو برای شادی دور زمین گردوندن یعنی الان یک مسئله سیاسی دشمنی سیاسی حتی در زمینه ورزش بین عرب ها و ایرانی ها هست چند سال پیش در بحرین بازیکنهای بحرین که یه تیم باشگاهی ایران رو برده بودن اونها پرچم عربستان رو در حقیقت برای اینا عربستان شده اون قبلگاهشون ولی تحریکات جمهور اسلامی من گمان نمیکنم. در این روزگار که اینها امید دارن که رفع تحریم بشه پولها آزاد بشه و در ذهن میدونید که اینا الان در سوریه درگیر هستن در کنار روسها و این فکر نمی کنم بخوان یه جپه دیگری در برابر عربستان چون میدونید جنگ بین ایران و عربستان یه جنگ مستقیمی نیست چون این کشور با هم مرزی ندارن بله. و مرز اینها آبیه و بله. عربستان هم در شرایطی نیست که بیشترین صدور نفتش از خلیج فارس و تنگ هرمز میگذره به جز دو خط لوله که در قسمت شرق و غرب و شمال غربی دارن که خیلی ظرفیت نداره ظرفیتش بالا نیست این ریسک رو نمیکنه که در چنین موقعی ایران با موشکاش حمله کنه و اون به اصطلاح پایانهای نفتی عربستان رو که در دانه در خلیج فارس است رو نابود بکنه و ظاهرا به خاطر همین جلوگیری از برخورد نظامی بوده که مثل آقای ظریف مایل بوده که ملاقات بکنه با وزیر خارجه عربستان سعودی که این بله شد که دو بار پیشنهاد داده و بب... اونها قبول, قبول نکردن. نکردن عربستان به نظر من یه مقدار پشتش به اسرائیل گرم شده در منطقه و البته این پایدار نیست و یه مقدارم روی کشورهای غربی مخصوصا اروپا حساب میکنه مثل فرانسه بله. و ولی خب از اون ایران پشتش به روزها گرمه در این شرایط و برای همین نیرو فرستادن در سوریه و گمان نمی کنم هر دو کشور قلبن مایل باشن درگیری تازه ای رو ایجاد بکنن و اصولا میدونید ناوگان هفتم امریکا در بحرین مستقره و اگر فهم. قرار باشه که جنگی بین عربستان و ایران انجام بشه بین کشورهای عربی کشورهای هاشی خلیج فارس هم در امان نخواهند, نخواهند بود بنابراین نیروهای امریکایی که در منطقه هستند ده ها ناو انگلیسی فرانسوی امریکایی در منطقه هستن و این جنگ شاید به چند ساعت بیشتر طول نکشیده فهم. نخواهد کشید یه درگیری چند ساعته خواهد بود و دو جز خسارات به هر دو طرف چیزی اینا نخواهد شد و وقتی که این ماجرا رخ داد این, این حجاج کشته شدن آمریکا و بریتانیا یک اعلامی های همین تشریفاتی صادر کردن و اظهار تاسف کردن و به خانواده ها تسلیت گفتن منظورم اینه که کشورهای غربی مثل که نمیخوان اصلا زیاد در این مورد اظهار نظر کنند که این ماجرا وارد یک ابعاد خطرناکتری بشه و به نظر میرسه آقای داده است که فقط این جنگ لفظی بین ایران و عربستان سعودی و بیشتر طرف ایران هم این جنگ لفظی رو ما شاهد هستیم تقریبا اینی که شما میفرمید درسته برای اینکه ببینید کشور غربی که خب بیشتر مسیحی هستن به یک اعلامیه اظهار همدردی اکتفا میکنن کشور عربی و مسلمونی که شرکت کردند که برخشون مثلا من شنیدم مراکش 90 کشته داده اینها هم میدونید از نزدیکان و کسانی هستند که به عربستان و به مسائل مالی عربستان وابسته اینها اینا واکنش های چندانی نشون نخواهند داد برخی کشور افراقایی هم خواهند گفت که بله اینها رفتن اونجا شهید شدن و در راه خدا و میرن و خوشحالم میشن اما مسئله ایران اینه که میکوشه که هر مسئله ای رو سیاسی بکنه متاسفانه عربستان و کشور عربی هم تازگی ها همین راه رو پیش گرفتن و این یه اشتباهیه که ممکنه درگیری به وجود بیاد و اصولا کشورهای اروپایی و امریکایی اصولا مایه نیستن در این مسائل دخالت کنن من اینجا یک شخصیتی بود که در مرکز پژوهش‌های علمی فرانسه عربستان شناس یا کارشناس عربستان بود به گفتهایشون گوش میکردم صحبت از این بود که اصلا مسئله 760 نفر 69 نفر کشته درست نیست اینجا در عربستان بیش از 4800 کشته و زخمی شده و عربستان اینها رو در حقیقت سانسور میکنه نمیگه به عنوان یک فاجعه اینا بررسی میکنه چون میدونید هر سال هم این اتفاقات در عربستان باید. میفته همین دو هفته پیش بود که جهر سقید سقوط کرد و 150 نفر مردن که میگن 15 نفرش ایرانی بودن اه. سپاسگزارم از شما آقای دادرست وقتتون در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو.